کشتن رفیق خریری به دستور خامنه ای با طراحی قاسم سلیمانی توسط شعبه لبنانی سپاه انجام شد. خامنه ای ده سال پیش تهدید کرد این دادگاه فرمایشی است و هر حکمی بدهد مردود است. حکم دادگاه ویژه ملل متحد برای لبنان پس از 15 سال در شرایطی صادر می شود که رژیم آخوندها نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و حزب و شیطان در لبنان طی این مدت از هیچ تلاشی برای ردپاک کردن و کارشکنی در مسیر تحقیقات دادگاه فروگذار نکردند و همه امکانات دیپلماتیک، اقتصادی و تروریستی خود را در این خصوص به کار گرفتند. از جمله افراد مزنون و عاملان و آمران جنایت را مخفی و پنهان کردند و از تحویل متهمان به دادگاه خودداری کردند و حتی اجازه بازپرسی از آنها را هم ندادند. با این همه حکم دادگاه به رغم همه محدودیت ها و کارشکنی ها جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که جنایت بزرگ به دست حزب و شیطان انجام شده که بخشی از سپاه پاسداران آخوندهای حاکم بر ایران است. خامنه ای ده سال پیش سیاست و عملکرد رژیم در رابطه با این دادگاه را به سراحت اعلام کرد. خامنه ای در 29 آذر 1389 در ملاقات با امیر قطر با وقاحت این دادگاه را تهدید کرد و گفت این دادگاه دادگاهی فرمایشی است و هر حکمی بدهد مردود است و امیدواریم طرفهای تأثیر گذار و دخیل در لبنان بر اساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود. واقعیت به روشنی این است که ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به دستور شخص خامنه ای صورت گرفت توسط قاسم سلیمانی طراحی و برمومریزی شد و بخشی از طرح کلی رژیم آخوندها برای سلطه کامل بر لبنان بود حکم دادگاه یک بار دیگر نشان می دهد که تنها راه حل خلعیت از رژیم ایران در لبنان و کوتاه کردن دست سپاه پاسداران و بخش لبنانی آن از مقدرات این کشور است. این به عهده شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و همه طرفهایی است که خواهان صلح و امنیت و آرامش در لبنان و خاورمیانه هستند. کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران 29 مرداد 1399